گفتن یکی از ائمه معصومین، یکی از مستخدمین یک کاری کرد از نزدیکان که مستوجب خشم بود. گفت الان خشمگین میشن حضرت. بلافاصله گفتش که بل کاظمین القیظ. حضرت فرمودن خشمم خوردم اگرم داشت. بعد اون راضی نشد، خیلی زرنگ بود، گفتش که بل عافین عن الناس، یعنی عفوم گفتن عفو کردم. بازم راضی نشد، گفت چه والله یحب المحسنین. گفت یه چیزی هم بهش بدین این بره، یه کمکی هم بهش بکنه، برای اینکه همه مراتبش هست. الکاظمین القیظ، ما ببین چه مرتبه است که اولا خشم تو بخور، بعدن عفوش هم بکن، یه چیزی هم بهش بده. بل عافین عن الناس والله یحب المحسنین، بهترین نوع دعوت به این است که خداوند دوست داره، دوست داره بکن دیگه، اگر محسنین خداوند دوست داره احسان کن. پس بنابراین قرآن رو بر مبنای این که ما میخواییم بفهمیم و عمل بکنیم در نظر بگیریم، نه بر مبنای ثواب و نمیدونم ختم کردن و چند دور. مثلا وجبی که نمره نمیدن اونجا، که مثلا روز قیامت میارن آقا مثلا میگه 150 تا قرآن خونده، نمیدونم 50 تا کربلا رفته، اینجوری حساب نمیکنن که. اونجوری دل رو حساب میکنن، دل رو میارن میگن آقا چقدر شفاف شده. الا من اتى الله بقلب سلیم، و دلت رو به سبب این آیات با صیقل این عبادات اینا رو شفاف بکنی که بعد بتونی اونجای مقامی پیدا بکنی. در مورد حدیث و اینا هم همینطور، من توصیه میکنم کتابای از اربعین که بزرگانی نوشتن که احادیث مستندتر رو انتخاب کردن از احادیث پیغمبرم، اگر روزی حتی هفته یک حدیث انسان بیاموزه، در سال بیشتر از 40 تا میشه و شما رو با انبیا مشهور میکنن، با اولیا و مبلغین دین خدا مشهور میکنن. اگر 40 تا حدیث یاد بگیرین و این 40 تا حدیث رو برای مردم تعریف بکنید، بسیار از این احادیث تو مثنوی حساسن. گفت پیغمبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. گفت پیغمبر گفت پیغمبر که الناسون نیام، پیغمبر فهمون که مردم الناسون نیام ازاماتون تبهو، وقتی که مردن بیدار میشن. خیلی حرف مهمه که آدم ها خوابن، وقتی بیدار شدن یه مرتبه صبح بلند میشیم اینه خبری، یه خبر دیگه است. به صبح هر چون گردی تو بیدار، ببینی کان همه وهم است و پندار. حدث گفت پیغمبر که رحم آرید بر حال من کان غنیان فقیرا. او پیغمبر گفت پیغمبر که بر این سه گروه رحم آرید از سنگی در زکوه، آن که او بعد از عزیزی خار شد، وان که بود با مال. و حالا مردم یکی که عزیز بوده خار شده یه طوری صحبت میکنن که مثلا خوب الحمدلله که به زمین خوردین. گفته که نه، اگه کسی عزیز بوده خار شده اینو محبت بکنیم بهش، نذارین بهش تلخی این خاری رو بچشه. آن که او بعد از عزیزی خار شد، وان که بود با مال و بی دینار شد. یکی هم پولدار بوده فقیر شده، شما بی لطفی بهش نکنید، اونم عزیز بدارینش. بود که بود با مال و بی دینار شد. آن سوم، البته مقصود اون سومی است، آن سوم اونم بهش رحم بکنید. آن سوم آن عالمی که در جهان مبتلا گردد میان ابلهان، یا مبتلا گردد میان گمراهان. نظام میگه هر ناموری که این جهان داشت، چون هست در عالم بالاخره یکی مزاحم شخص میشه، هر ناموری که این جهان داشت بدنام کنی که ز گمراهان داشت. یوسف که ز ماه عقد میبست، از عقد برادران نمیرست. عیسی که دمش نداشت دودی، میبرد جفای هر جهودی. احمد که سرآمد عرب بود، هم خسته خار بولهب بود. هر دفعه یه آیه ای رو انتخاب بکنید، یه حدیثی رو برای یک ماه. از نهج البلاغه من دو تا چیز به خصوص توصیه میکنم، دو تا خطبه رو، یکی خطبه حمام که همش در اخلاق، یکی خطبه توحیدیه که تمام درس حکمت و فلسفه است. این دو تا خطبه رو به خصوص تلاش کنید که بخونید. از دعاهام دعاهای معصوره رو، اینا رو برای اینکه مثلا دعا بخونید روی جایی مثلا باب الهوایجش نکنید، دعاها تعلیمن. این دعاها رو چراغ هدایت بکنیم، این دعاها خیلی ارزش دارن، به خصوص مثلا دعاهای مثل دعای کمیل، دعای صباح. اونجا بفهمین که فی اللیل الالیل، اون شبی که از شب شبتره یعنی چی؟ اون شب جهله که این، چون این شب خیلی ستاره‌ای داره، گاهگاهی ماهی چیزی هم داره، شب خیلی شب نیست. اون شبی که هیچ فروغی نداره، هیچ نوری نداره، هیچ ستاره نیست، از اون پناه ببرید. در این اون کسی که ظهور کرد، نبی که در لیل الیل ظهور کرد، اون رو بفهمید که چی داره میگه. بعدم این پنج تا کتاب که من همیشه گفتم، که فردوسی رو شبی 10 بیت شاهنامه خوانی بر خودتون درست کنی، یا 5 بیت کافیه. در سال خودش در سال 3000 بیت فردوسی میشه.
آدم همه چیزایی که مهمه یاد میگیره. از کتابای منتخب فردوسی انتخاب بکنید، هر شب 5 بیت 10 بیت بخونید. از سعدی و حافظ و مولانا روزی یک غزل حتما بخونید، یه غزل صبح، یه غزل ظهر، یه غزل شب، از این و اون این سه تا بخونید. این چرچیل میگن در سخنرانی هاش که خیلی فصیح و بلیغ بوده، علت چه پرسیدن، گفت برای اینکه من هر روز یه مستخدم داشت که حتی موقعی که داشت ریشش اصلاح میکرده یه نفر واسطه بوده براش غزل میخونده، غزلات شکسپیر رو میخونده که این کلمات تو گوشش باشه، فصاحت بهش بیاموزه. ما فصاحت و حکمت و الهیت و هزار چیز یاد میگیریم از سعدی و حافظ و مولانا. روزی یه دونه غزل بذارید، اصلا جلسات شاهنامه خوانی بذارید، جلسات غزل خوانی بذارید. وقتشون جوانها به چیزای باطل و بیهوده، حالا ورزشون هم خوبه در حد چیز خوش، ولی یه مرتبه تمام وقت شدم نباید به یه چیزی بده که وقت شما خیلی گرانبهاتر از این است که به بازی‌های سرگرم کننده ای که سودی برش مترتب نیست، اونم در یه سنی که شما سن رشدتون هست، اینا صرف بشه. وقت بذارید، جلسه بذارید، جلسات فامیلی دور هم جمع بشین بگین می‌خوایم امروز مثلا غزل بخونیم، بعد یک چیزی رو کتابی رو تعیین کنه بگین هفته بعد همه بخونن، اینجا میشینیم با هم صحبت میکنیم. جلسات فرهنگی بذارید، با غذاهای کم، یعنی خونه هم دیگه برید نون و پنیر و سبزی بذارید، هیچ لزومی نداره بر هم تکلفات کم بکنید، مائده آسمانی رو زیاد بکنید، مائده جسمانی رو به حداقل برگزار بکنید. همون نون و پنیر و سبزی با عشق و دوستی و محبت از هر غذایی که در عالم فکر بکنید لذیذ داره. پس این نظامی و ببخشید فردوسی، بعدم نظامی، اینا رو روزی 10 بیت نظامی بخونید، 5 بیت نظامی بخونید. بعد مولانا همینطور، مولانا 3 کتاب داره که هر ستاشو یه تیکه ولو بالا سرتون بزنید اینا رو، یه تیکه فی مافی، من اینا رو تلخیص کردم 114 تا قطعه شده، یه قطعه هر شب بخونید و ببینید چه برکتی داره. من خودم که دوباره میخونم اشک از چشم جاری میشه که تو اینو قبلا نفهمیده بودی، قبلا توجه نکرده بودی به این نکته که مولانا چی داره میگه. بخونه اینا رو، 114 تا نکته و لطیفه درش هست که هر کدومش کلید یه مشکلی از زندگی روزمره شماست، و همینطور مثنوی رو و همینطور دیوان شمس رو، کتاب کیمیای سعادت غزالی رو به عنوان یک نموداری از نخبه از مجموعه لطائف فرهنگ و آداب و سنن اسلامی، اونها رو بخونید. از اهل تسنن بخونید، از تشیع بخونید. محدودیت مذهبی و فرقه ای و اینها قائل نشید، اینا اینقدر بزرگ بودن که همه، خب بسیار از اینها مثلا مولانا اینا تو فرهنگ تسنن بزرگ شدن، ولی شما آثار هیچ کس میگه که آقا این سنی بوده یا شیعه بوده یا شیعه، شما میگه که اون شیعه بوده ما نمیخونیم، یا مثلا فرض کنید این یکی سنی بوده، ما این چیزها رو فراموش کنید. ما اون چی که مهمه فرق ملاکش خداوند مشیتش بر این قرار گرفته بوده که فرقای گوناگون باشن. انا جعلناکم، ما قرار دادیم شعوبا و قبائل، کرد درست کردیم، چیز درست کردیم، ادیان مختلف. انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم، ملاک چیه؟ ملاکتون هم اون چیزاتون نیست، قومیت و فرقتون نیست، ملاکتون تقواتونه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بنابراین بر ملاک تقوا ما میتونیم با هم دیگه دوست بشیم، هر کی با تقوا تره اون بالاتره. هر کی را خلقش نکو نیکش شمار، خواه از نسل علی خواه از عمر. نیست من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو. خلق آدم باید خوب باشه، حالا اینکه این از کجا گرفته و با چه چیزی، ایدئولوژی، با هر ایدئولوژی آدم دروغ بگه اون ایدئولوژی باطله، فرق نمی‌کنه. و با هر ایدئولوژی وقتی که شما دلتون پاک و با صفا و شرافت نفس دارین، بدونی که اون بت پرستی که جلوی اون کریشنا وامیسه و میگه که خدایا من کار بد نمی‌کنم، به اون داره میگه، این حالا بهانه است، البته این کار خوب نیست، باید بهش نشون بدن که این شأنی نداره، مقامی نداره که اینجا تو در مقابلش، ولی اونم باطنن به تو میگه، ابو ریحان بیرونی به ما گفته که من رفتم اونجا دیدم که ما خیال می‌کنیم اینا بت پرستن، اینا خدا پرستن، تو برو تو اعمالشون، تو رفتارشون، تو اعتقاداتشون خدای یگانه رو معتقدن، من تا اینو گذاشته اینجا که تمرکز بکنه که این مثلا خدای زیبایی، من رو زیبایی تمرکز بکنه، وگرنه این نیست که مثلا من اینو میپرستم.